حالا فرصت برای خلعتبری هست و دروازه ابو مسلم ضربش خیلی خوب بود، محکم نبود اما تو زاویه زده شد و یه بار دیگه فرصت برای بازیکنان ابو مسلم. آفساید نیست، ضربه زده میشه و تکل بلند مدافعین زباهن خطر رو دفع می‌کنه. خطر ایوان پتروویچ مطابق ضربات قبل میزنه، تقریبا اکثر ضربات آزاد رو ایوان پتروویچ میزنه. برخورد در داخل محوطه جریمه و داور اشاره میکنه به نقطه پنالتی. فکر می‌کنم که برخورد خیلی عادی بود تو فوتبال که تو همه بازی‌ها پیش میاد. من فکر می‌کنم اگر وسط زمین بود اصلا هیچ حتی فول هم نبود، ولی خب نظر داور بود، ما هم همیشه احترام می‌ذاریم نظر داور. عرفان اولرو یا بازیکن دیگری، عرفان اولرو یه لحظه به نیکات اشاره که من بزنم، اما بازیکن دیگری الان پشت پنالتی قرار گرفته، ضربه زده میشه و توی دروازه. گل برای ابو مسلم در 61مین دقیقه از زمانهای این دیدار. سید محمد حسینی در لیگ 9 گله میشه و ابو مسلم رو هم 1-0 در این دیدار پیش میاندازه و در 4 بازی خارج از خانه خود پیروزی رو نداشته ابو مسلم. به جز این بازی فرصت برای بازیکن زبر، یه گل زیبا رو میبینیم از بازیکنان این تیم. 1-1 حالا مساوی میشه. اسماعیل فرهادی در شرایطی نامتعادل دروازه ابو مسلم رو باز میکنه، خیلی سریع گل خورده رو جبران میکنن بازیکنان زباهن. محمد رضا خلعتبری، بقیه هم اضافه میشن. حالا اسماعیل فرهادی است و دروازه ابو مسلم ضربه که از کنار دروازه به بیرون میره. باز هم بازیکنان زباهن یک سانت به داخل محوطه جریمه، فرصت برای بازیکن زباهن توی دروازه، توی دروازه. چه بازیکنی هم گل میزنه، محمد رضا خلعتبری، یکی از بازیکنانی که شاید قد و قامت زیاد بلندی هم نداشته باشه اما با ضربه سر دروازه ابو مسلم رو باز میکنه. این گل ببینیم که در چه دقیقه‌ای زده شد.